باروخ هشم، صبح دیگر، هفته دیگر دور هم جمع شدیم پای تنور تورا که از گرما و از حرارت اون بتونیم به خوبی استفاده بکنیم، مخصوصا در این هفته، هفته آخر شواویم، پاراشای مشپاتیم، هفته ای که شوو اون برگشت، اون حالت تشوبای ما رو میتونه کامل بکنه و گذشته رو جبران بکنه. از پاراشای شموت شروع کردیم، بعد وائرا، بعد بو، بعد بشلح، بعد یترو و الان مشپاتیم که جمع راشه تووت این شیش هفته، شیش پاراشه میشه شواوین، شین، واو، بت بت یود مم، شواوین، که به خوبی بتونیم با این ایام پاک و منظر به استقبال بزرگ هشم شبات شکالیم بریم، شباتی که روش خودش آدار رو به ما یادآور میشه، روش خودش آدار، پوریم رو، پوریم، پسح رو و همینجوری از نیسیم، از معجزات پنهان که در پوریم دیدیم، هستر به معجزات آشکار به پسح میاییم و تماما از روی این ایام شواویم، این تشوایی که میکنیم و پاکی و طهارتی که به دست میاریم، لیاقت ما را برای روز به روز گئولا بیشتر میکنه. یکی از سوالاتی که مطرح، ما میبینیم که در تورا، برای متن تورا خداوند میاد یک شرایطی قائل میشه و اون چیه؟ اسورتم لخم محرات هشبات میام ها بیاخمت عمر هتنوفا شیف آش شاوعوت تسپر لخ، که میگه هفت هفته بشمار 49 روز و در روز پنجام با همدیگه پای کوه سینای تورا رو دریافت میکنیم، ملاقات میکنیم. سوال اینجاست، آیا برای بنی اسرائیل کدوم اهمیت داشت یا بیشتر مهم بود؟ اینکه از زجر مصر نجات پیدا کنن یا اینکه تورا رو پای کوه سینا قبول بکنن؟ موقع نفر در زجر فعلا میخواد از اینجا بیاد بیرون، بعد به موفقیت ها امیدهای آینده میخواد نگاه کنه، اول میخواد از این زجر نجات پیدا کنه. بنی اسرائیل در مصر، آیا خداوند برای نجاتشون هیچ شرطی قائل شد که بگه 49 روز بشمارید، 30 روز بشمارید، یک هفته بشمارید، بعد اون موقع نجات خواهید یافت؟ چرا برای نجاتشون خداوند همچین شمارشی یا امیدی یا انتظاری رو پدید نیاورد، ولی برای متن تورا، برای قبول تورا همچین انتظار و شمارشی رو تعیین کرد؟ در حالی که یه نفر که زندانیه، موقع که بهش بگن تا 10 روز دیگه آزادی، یه دلی میبنده، امیدوار میشه، دلگرم میشه، 10 روز دیگه. همین که بگن 10 روز دیگه آزادی، شروع میکنه از همون شب آماده چمدانشو بستن و الی آخر. چرا خداوند برای متن تورا همچین چیزی رو قائل شد؟ گفت 49 روز دیگه تورا رو خواهید گرفت، اما برای نجات، برای گئولا هیچ وقتی تعیین نکرد، حتی یک امیدی، یک انتظاری. حخامیم توضیح میدن دو اصل مهم و اون چیه؟ یک، یشوعت هشم که حرف این اتفاقاً نجات و گئولا رو انسان هر ثانیه بعد امید داشته باشه، نه اینکه در انتظارش باشه،
یشوات هشم که عرفعین، نجات هشم مانند یک پلک به هم زدنه، یک بار همه چی 180 درجه میتونه تغییر بکنه. یشوات هشم که عرفعین، برمیدل خداوند با قدرت ایمانشون که هر لحظه امکان آزادی وجود داره اونها را آزاد کرد. پس یعنی با هر مقدار ایمان بیشتر، گئولای بیشتر، نجات بیشتر در زندگی شخص پیش میاد. این که انسان قبول بکنه روز از نو، روزی از نو، با هر طلوع خورشید یک برنامه و موقعیت جدیدی برای ما پیش میاد، با هر تغییر عقربه ساعت یک تغییری تو شامعین پیش میاد، از این ستون به اون ستون فرجه. هر یک ثانیه برای خودش میتونه میلیاردها زخوت و تغییر در دنیا پدید بیاره. پس آیا با یک تغییری که ما نور آفتاب گوشه اتاق میبینیم که ساعت 10 گوشه سمت راست بود، ساعت 10:30 بعد از نیم ساعت اومده دیگه تقریبا وسط اتاق، آیا در عرض این نیم ساعت خورشید تو شامعین در آسمان جهت و گردشش فقط 2 متر تغییر کرده که نورش در روی زمین تو اتاق ما 2 متر تغییر کرده؟ حالا هایم ایولوژن در کتابشون نفش هایم می نویسن که هر تغییر کوچکی که ما در پایین می بینیم گواهی، نمادی از میلیاردها تغییریه که تو شامعیم داره پدید میاد. پس یشوات هشم که رفعیم، کوچکترین چیزی که روی زمین جابجا میشه، یک برگی که از درخت میفته، تماما رو حساب و کتاب از بالا تنظیم شده است که آیا چه مورچه‌ای، چه کبوتری، چه انسانی قرار سر راه این برگ قرار بگیره. همش تنظیم شدن. یشوات هشم که رفعین، خداوند برای نجاتش احتیاج به تکنولوژی نداره. تکنولوژی فقط وسیله است. بدون اونم، بدون درمان، بدون دارو، بدون هیچ نوع وسیله هم خداوند میتونه کمک خودش رو برای ما پدید بیاره. مگر تپش قلب من و شما تو این چندین سال با تکنولوژی همراه بوده؟ خودش از همون اول شروع کرده به تپیدن، حتی موقعی که ما به عنوان یک موجود تکسلولی در جنین مادرمون بودیم، رحم مادرمون بودیم، به عنوان جنین، با اینکه نه دست و پایی، چشم و گوشی داشتیم، هنوز قلبمون شروع کرده بود به تپیدن به اندازه یک سر سوزن. این تپش همچنان ادامه دار با تکمیل و تشکیل تمام اندام بدن انسان تا الان ما رو رسونده. یشوع تشم که رفعین، معجزه خداوند وسیله احتیاج نداره، ایمان احتیاج داره. کسی که ایمان داشته باشه که یشوع تشم، نجات تشم هر آن امکانش هست، دیگه احتیاج به شمارش نداره که بخواد خداوند بگه بشمارید 49 روز اون موقع آزاد خواهید شد. اتفاقا خداوند میخواد این درس ایمان رو به ما یاد بده که هر ثانیه امکان نجات هست. آماده باش. اما از نظر تورا چی؟ از نظر تورا درس دوم داره به ما یاد میده. نمیتونی تورا را همین جوری سرسری یاد بگیری. باید براش حخانا، آمادگی داشته باشی. باید چشم انتظاری داشته باشی. باید رو خودت کار بکنی تا بتونی تورا رو قبول بکنی. این که بعض موقع آدم توی کنیسای میره، بین من خواهروید، ربای کنیسا، بزرگ کنیسا، یه دیوره تورا، یه شعوری، یه کلاس میگه، خب اونم happen to be there، دیگه اتفاق
اخلاقی اونجا بود دیگه، منتظر بود که عربیت شروع بشه. شعور رو گوش میده، کلاس رو گوش میده، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو، بعدش میبینه نه اونجوری که باید به دلش نشست. بعدش ازش میپرسن چی گفت راو بین من خاروی چیزی یاد گرفتی؟ یادش نمیاد. چرا؟ چون هیچ آمادگی براش نداشت. اتفاقی اونجا رفته بود برای مینخا، کلاس هم داشتن، نرفته بود برای کلاس که مینخا هم بخونن. این که انسان میخواد تورا رو صاحب بشه، کسب بکنه، قبول بکنه، بعد حخانا بعد براش آمادگی داشته باشه، بعد خودشو برای کسب و دانش علم تورا آماده بکنه. و این درس بود که خداوند در تاریخ به من و شما داد. تا انسان هیچ نوع آمادگی برای قبول تورا، یادگیری تورا نداشته باشه، اون تورا رو نمیتونه صاحب بشه. به همین دلیل یکی از طریقهایی که آدم میتونه آماده بشه برای یادگیری تورا که از قبل یک مروری داشته باشه. اینکه ما پاراشای هفته رو هر شبات برامون در تفیلات در کنیسا حزان میخونه، اگر خودمون از قبل یک آمادگی، یک مروری نداشته باشیم، نمیتونیم اونجوری که باید کاملا ازش استفاده بکنیم. ولی موقعی که خودمون از قبل خوندیم، یه مروری کردیم، چه از نظر انگلیسی، فارسی، عبری، یک تفسیر، یک پیروشی، یک برداشتی ازش داریم، موقعی که میام تو کنیسا شروع میکنم به تورا رو خوندن، اون موقع است که میبینیم واو، تازه چقدر بیشتر داره به دلمون میچسبه این تورایی که روز شبات خونده شد. چرا؟ چون از قبل اسفرتم لخم، چشم انتظار آماده برای شنیدن تورا بودیم. پس حیفه ما که این همه موقعیت قبول تورا، متن تورا برامون روز به روز پیش میاد، اگر سعی کنیم خودمون رو یه مقدار آماده تر بکنیم، میبینیم که اون نتیجهش چقدر صدها برابر بهتر و بیشتره. مخصوصا اگر شعور تورا، کلاس تورایی میریم، اگر گمارایی داریم، اگر میشنایی داریم، اگر هلاخا میخونیم، از قبل که کلاس شروع بشه یه مروری بکنیم که بذرت هشه موقعی که شعور شروع شد دیگه فکرمون آماده تازه برای یادگیری بیشتره. نه تا اینکه باز دوره بیایم فکرمون رو آماده بکنیم، نیم ساعت بگذره از کلاس، تازه ببینیم که کجای قسمت گمارا یا شعور هستیم یا بحث قبلی چی بود که بخوایم این دوتا مورد رو به هم ربط بدیم. این که انسان حخانا داشته باشه، looking forward، در انتظار یادگیری تورا باشه، بگر تو میاد یک عمقی، حجمی از نظر فکری و احساسی درش پدید میاره که میتونه دانش تورای بیشتری رو در خودش جا بده. پس با هر هزارات دورهی که ما میکنیم، با هر آمادگی که ما برای کلاس تورا نشون میدیم، با هر 5 دقیقه 10 دقیقه زودتری که میایم توی کلاس تا کلاس شروع بشه که خودمون رو از نظر فکری آماده بکنیم که از جای دیگه تمرکزمون رو قطع بکنیم و به کلاس متمرکز بشیم، با همه این آمادگی ها ما داریم مثل این که ظرف یادگیریمون رو بزرگتر میکنیم. اون موقع است که یک فرق بین من و شما با هم کلاسیمون خواهد بود که موقعی که از شعور یا از کلاس یا از اون سخنرانی، از اون دیوریتورا میایم، یادمون بیشتر مونده که چی یاد گرفتیم، بیشتر تأثیر گذاشته اون حلاخایی که یاد گرفتیم و اتفاقا علاقه و میل انجامش بیشتر در من پدید میاد، برای اینکه از آمادگی بیشتری ما استفاده کردیم قبل از اون کلاس. پس این دو درس رو یاد بگیریم. برای گئولا
یشوع تشم که رفعین، ایمان به نجات هر ثانیه و تغییر هر ثانیه لازمه. اما برای یادگیری تورا، قبول تورا، هخانا، آمادگی و اون میل و تحرکی که انگیزهی که درمون از قبل پدید اومده. پس کسی که بهش میگن تا دو هفته دیگه یه هدیهی در انتظارته، جایزه در انتظارته، تا کسی که یه باره میان یه هدیهی سرزده بهش میدن میگن اینم هدیه تو، اون بچه یا کسی که در انتظار جایزش بوده بیشتر اون هدیه یا اپریشیت میکنه، ارزش میداره، چون براش در انتظار بوده، پس اهمیتش، عشقش، علاقش به اون جایزه بیشتر درونش بیدار بوده، بیشتر مواظبش خواهد بود. اما کسی که یه دفعه میان یه جایزه رو بهش میدن بدون هیچ آمادگی قبلی، درسته تشکر میکنه، خوشش میاد، ولی بعدش میندازه اونور، چون بدون آمادگی بوده. پس بیایم به عزت هشم بچه ها رو برای تورا آماده بکنیم، برای رفتن به کنیسا، برای تفیلا، برای شعوریم آماده بکنیم، که اینها از قبل looking forward، که بدونن که باروخ هشم یک یادگیری تورای در پیشه، که با اون آمادگیشون بهتر بتونن اونها رو کسب بکنن و با حتی هزارا دوره با بچه ها پارشای هفته و الاخر اونها رو برای قبول تورای بیشتر آماده بکنیم. ایام شواویم رو در پیش داریم. شواویم همونطور که گفتیم یک هفته دیگه بیشتر نمونده و این جنبه تشووای ما خودش یک جنبه آمادگی داره. اینکه از قبل نگاه میکنه ببینیم چقدر دیگه به پوریم مونده، چقدر دیگه به پسح مونده، خود این داره آمادگی رو برای ما پدید میاره. این که در هلاخوت و شیوریم تورا که مربوط به این ایام میشه شرکت میکنیم، یه مقدار اپریشیشن، یه مقدار تمرکزمون و ارزش این معدیم رو و ایام مهم رو برای ما بالاتر میبرن، که میفهمیم که پوریم فقط جنبه مستی و بالماسک و حلوا پختن و الاخر نیست. پوریم یک نستار، یک معجزه پنهانه. بهم دلیل با خوندن مگیلت استر میبینیم که تمام طبیعت خودش جدول معجزات خداونده که روز به روز برای ما اتفاق میفته. یشوع تشم که رفعین و نافخو، که یک باره همه چی تغییر میکنه. اما تمام اینها گوش شنوا میخواد، و برای اینکه انسان بتونه گوش شنوا داشته باشه باید روح متین داشته باشه، روح آنا و متوازی داشته باشه. و اینجا هارمبام در ادامه بحثمون در مورد هلخوت تشووا ادامه میده و میگه متاسفانه یکی از راه‌هایی که انسان در تشووا رو خودش می‌بنده، موقعی که در گوشش رو برای نصیحت و یادگیری می‌بنده، کسی که حرف شنویش فقط از روی لجاجت و قدیه، نمیخواد هیچ نوع حالت تواضع و تسلیم داشته باشه و حسنه اتتحاحد، کسی که دشمن میداره نصیحت رو، نمیخواد هیچ موقع کسی بهش ایراد بگیره، نصیحتش بکنه، تذکری بهش بده، انتقادی. حسنه اتتحاحد، میگه همچین شخصی که هیچ موقع نمیخواد کسی عیبشو بگه، لوهی نیخلو درخت شوا،
برای خودش هیچ راه برگشتی قرار نداده. تمام راه‌های تشوبا رو بر خودش بسته. کسی که گوششو میبنده راه تشوبا رو بر خودش میبنده. کسی که گوششو در اختیار دیگران میگذاره برای نصیحت و یادگیری، در تشوبا رو داره رو خودش باز میکنه. شهت و خاخام گرمت لتشوبا. چون موقعی که آدم موسار پند و اندرز نصیحت تذکری از دیگری میشنوه، قلبش به پشیمونی میاد از کرده خودش و گرمت تشوبا باعث توبه و تشوباش میشه. شبیزمن شمودیم لول آدم حتاب. چون موقعی که به انسان گناهانش رو تذکر میدن، اون مخلیمین اوتو و حتی امکان داره که خودش در حضور خودش یا دیگران یک ذره خجالت بکشه و احساس شرم بکنه، حضر بیچوبا اون موقع است که واقعا غرورش درش یک باره محو میشه، آب میشه مثل یک یخ، و اون موقع است که حالت تواضع درش فرا میگیره و با قلبی پاک به گناه خودش پی میبره و تشوبا رو دنبال. اما تا غرور آدم آب نشده، انسان به پشیمونی کامل نمیاد. که ما شکاتو به تورا زخور و التشکه در مورد امالق میبینیم که موقعی که خداوند میخواد به ما تذکر بده که مبادا بدی امالق رو فراموش بکنیم، سعی کن که تیمحه ذخر امالق یاد اون رو محو بکنیم و اتفاقا سعی کن که همیشه اشتباهاتش رو به یاد داشته باشی، تذکر به ما میده زخور به یاد داشته باش و التشکخ و فراموش نکن. به حدی که در تورا بارها به طور مثال به ما میگه چی؟ ممریم هیتم، که شما متمرد بودید، سرکش بودید، حرف شنا نبودید، حالت تواضع و تسلیم نداشتید، مطیع نبودید. ولو نتن هشم لخم لب، یا در جای دیگه میگه خداوند به شما قلبی شنوا نداده بود. و حدی که میگه ام نوال ولو هحام در هعزین و مشربن و به قوم رو میکنه، میگه یک قوم نوال فرسوده یا گناهکار ولوها خان و نه عاقل. یا مثلا یشعیاهو در هفتارا نصیحت میکنه قوم اسرائیل رو و میگه هوی گوی خوته ای قوم خطاکار. و باز در شبات شوا در هفتارهایی که میخونیم میگه عزیزم یه دش شور کنه او، حتی یه گاوم صاحبشو میشناسه که از دست کی داره یونجه میخوره، از دست کی داره کاه میخوره. شما هیچ نوع ارزش احترام برای خدایتون قائل نبودید. تا این حد میگه کسی که همچین تذکراتی همچین نصیحتی بتونه از تورا از مشربن از نویم از بزرگانمون از خداوند رو بتونه واقعا رو قلبش بگذاره و قبول بکنه، اون موقع است که واقعا به تشوبا میاد و میتونه خودش باعث نجات خودش بشه. به حدی که در تورا ما میبینیم اتفاقا خداوند داره ما رو موظف میدونه، مسئول میدونه که اشتباه دیگران و خطای دیگران رو تذکر بدیم. و خن سیبا و حائل لحخیه لحتاییم،
هخیت تخیت ات امیته خواه، که خداوند میگه تذکر بده به قومت موقعی که در اشتباس ولود تیسا علاف خید و به واسطه اونها خطاکار نشو. پس این جنبه تذکر و نصیحت تخاخا در واقع یک اصل مهمیه برای ما در تشوبا. نمیتونه کسی بدون این که واقعا سرزنش پذیر باشه، هیچ نوع کسی اجازه بده کسی بهش اشتباهشو بگه یا بهش تذکر بده یا اشتباهشو بهش وانمود کنه و نشون بده، بدون تخاخا میخواد تشوبا بکنه. هگان میبینه نابغه دوره، هگان میبینه با این همه درجه مقام تورایی که داشت، هنوز از یکی از ربانیم دوره خودش، فکر کنم هارام مگید میدونم، یکی از ربانیم دوره خودش میخواد که بیاد و به طور روزانه بهش نیم ساعت تخاخا بده، اشکالشو بهش بگه که اشکال من کجاست. هیچ کسی جرأت نمیکرد به هارام هگامون میبیلنا بخواد تخاخا بده. هارام شما مگه میشه؟ تا این که گم نه I need it. من قبول دارم، احتیاج دارم، نمیتونم، تشوبام کامل نیست تا کسی بهم نصیحت نکنه، تخاخا نده، سرزنش نکنه، اشتباه بهم ریبیوک نکنه، اشتباه بهم نگه. اگه هم میبینم نابغه بود که اگه من و شما میتونیم عشر و یشوه رو از حفظ بخونیم، این تمام تورا رو از حفظ بلد بود. اگر من و شما از اون بپرسن حالا عشر و یشوه که بلدی رو میتونی از آخر به اول بخونی؟ تمام تورا رو از آخر به اول میخون، نابغه دوره بود. با این وجود میگو برای اینکه تشوبام کامل باشه باید یه نصیحت، یه سرزنشی، یه تذکری از یه نفر بهم بده. خودم نمیتونم هی بدون سرزنش هی خودمو بخوام به تشوبا بیارم. تا اینکه راضی شد اون راو و گفت شما راو به این بزرگی، من نگفتم بیا ازم تعریف بکنه، اشکالمو بهم بگو. گفت آخه میترسم ناراحت بشی. گفت نه بگو. گفت شما فکر میکنی نشستی تو خونه خودت کنج بت میدراش یشیوا و داری روز به روز به دانش تورا پی میبری و درجت بالاتر میره، داری کار شاقی میکنی؟ اگر راست میگه برو توی خیابون با این همه چلنج هایی که در اطرافه، اون موقع ببینم چطور میخوای صدیق باشی. گفت واقعا حرف درستی بزدی. این که شخص خودش نمیتونه عیب خودش رو متوجه بشه، حتی هگام میبینه. این که آدم از تذکر دیگران تا اونجایی که میتونه استقبال بکنه، خدا به درت بیامرزه که دلت برام سوخ، اشتباه ما بهم گفتی، میدونم امکان داره فکر کنی بهم بر میخوره، ولی تشکر که بهم گفتی. بمدل هارمبان میگه یکی از طریقهایی که آدم در تشوبا رو خودش میبنده این که نمیگذاره کسی جرأت کنه بهش اشتباهشو بگه. تا یه چیزی یه نفر بهش میگه دو برابر بدتر خودش میگه، میگه خودت هم فلان، خودت هم بیسار، نمیدونم پارسال یادت رفت، پدرت یادت رفت، چند یارو میگه آقا این چیه، ولش کن، با این آدم در بیفته فایده نداره، بذار تو اشتباه خودش باشه. تعریف میکنن که یه نفر رو سینه خوابیده بود، داشت از رود آب میخورد، یه نفر رد شد گفت آقا رو سینه نشین آب بخور. گفت چیه مگه؟ گفت میگن عقل آدم کم میشه. میگه عقل چیه؟ گفت چی بخور. این که آدم نمیخواد اشتباهش خودشو قبول بکنه، هزاران توجیه، هزاران دلیل، هزاران جاستیفیکیشن میاره که حالا شما همه رو ول کردی به من چسبیدی، چرا هر دفعه منو میبینی هی
از من عیب ایراد میگیری؟ این که آدم در تذکر و نصیحت رو خودش میبنده و جوری جلوه میده که مبادا کسی جرأت بکنه بخواد اشکالشو بگیره، داره در تشووارا رو خودش میبنده. بندن هارنبان میگه هر چقدر آدم بخواد تشووا بکنه، اما اگر در گوششو میبنده که تخاخان نصیحت گوش نکنه، تشووایی در کار نخواهد. اون جوکه هم که میدونین، یه بار چهار تا شریک بودن، اینا گفتن بریم تو چه کاری؟ رفتن تو کار تاکسی، صبح رفتن تا شب یه نفر مشتری هم نگرفتن. چرا به نظر شما؟ چون هر چهار تاشون تو تاکسی بودن، با هم رفته بودن بیزینس بکنن، به قولی دیگه جایی برای مشتری نبود. این که آدم انقدر خودش رو قبول داره که کسی جرأت نمیکنه بهش اشکالشو بگه، دیگه چه جای تشوواییه؟ همیشه در اشتباه خودش ادامه دار پیش میره و تازه به خودش آدم میباله، میگه خوب جوابشو دادم، تا این باشه نخواد برای من بزرگی بکنم و بخواد عیب منو بگه. خودش بابا سراسر فلان، یادش رب پدرش کی بود، حالا اومده میخواد عیب ما را بگیره، خوب جوابشو دادم، تا این باشه نخواد فلان. اوکی، ولی متاسفانه جلوی تشوبات گرفتی، اون احساس پشیمونی رو در خودت کور کردی، اتفاقا به غرورت اضافه کردی. الان فکر میکنی که دیگه هم خودت علامه دهری، تو خودت بهترین هستی و اتفاقا کسی هم نمیتونه عیب تو بگیره و تو رو پایین بیاره، در حالی که حخامه میفرمان شما خمیر رو آب و آرد و موقعی که خمیر میکنی هر چقدر بیشتر مشت و مالش بدی، موقعی که بذاری تو تنور، اون نون اون خمیر بهتر میپزه. اما اگر همینجوری بدون مشت و مال آب و آرد رو قاطی بکنیم بذاریم توی تنور، یه تیکه نون خشک از تنور میاد بیرون، چون اجازه ندادیم مشت و مالش اونو ور بیاره، اجازه ندادیم خوب جا بیفته. همینطور هم ما انسان ها، خداوند میگه چه بهتر که دیگران عیب تو بهت بگن تا اینکه من بخوام عیب تو بهت بگم. بذار تا هنوز فرصت تشووایی هست، فرصت برگشتی هست، میتونی اشتباهت رو کامل بکنی، اجازه بده. تا هنوز زنگ پایانی رو نزدن میتونی خودت رو درست بکنی، اگر نه زنگ پایانی رو بزنن دیگه هیچ جای تشووایی نیست، فرصت که از دست رفت دیگه بر نمیگرده. بعد دیگه حخامیم از سفر میشله میارن، کسی که نخواد نصیحت پذیر، موسار پذیر باشه که کسی عیبشو بهش بگه، خداوند میگه اگر تو گوش شنوا برای اشکالاتت نداری، منم گوش شنوا برای تفیلات ندارم. میگه تفیلاتو تویوا، تفیلاشو خداوند قبول نمیکنه. میگه اگر تو اینقدر مغروری، اینقدر خودتو قبول داری که فکر میکنی کامل مطلقی و هیچ عیب و نقصی نداری و گوش شنوا برای هیچ نصیحتی نداری، منم گوش شنوا برای تفیلای تو ندارم. پس اگر میخوایم تفیلامون در درگاه خداوند مورد قبول واقع بشه، اگر میخوایم در شامعیم برای تفیلای ما باز بشه، در گوش و قلبمون رو باز بکنیم در نصیحت دیگران، موقعی که میان یه تذکری به ما میدن، جوری موقعیت رو پیش بیاریم که
که طرف روش بشه به ما اشتباهمونو بگه، عصبانی نشیم، بهش بدی نکنیم، تندخویی نکنیم، اتفاقا تشویق بشه که بگه خدا رو شکر چقدر خوشش اومد، اشتباهشو گرفتم، طرف رو از خطر نجات دادم، از یک گناه نجات دادم. حقیقت تخیخ ات امیتخا، دوست فرقش با دشمن چیه؟ هشم سلامتی کامل به مادرم بده، همیشه اینو میگه. دوست میگه بهت گفتم، دشمن میگه خواستم بهت بگم. موقع دیگه کار از کار گذشته میگه راستش میخواستم بهت بگم، اما مواظب باشی چه نگفتی، حالا میگی که کار از کار گذشت. بندل هارمبان میگه میخوای تفیلات قبول بشه، میخوای تشووات کامل بشه، فقط دولا و راز شدن نیست، فقط تهیلیم و تهنیت گرفتن نیست، در گوشت هم یه ذره باز کن برای نصیحت و تخاخا سرزنش، که اگر کسی عیبی از درت ببینه جرأت بکنه اتفاقا تشویق بشه بخواد بیاد عیبشو به تو بگه، که تو حالت دفاعی نگیری، تازه ببینه تو چه مشتری خوبی هستی، ممنونش میشی همیشه، آقا تنکی اون روز شما به من گفتی، که اون موقع طرف خودشم احساس خوبی بکنه که بگه خدا رو شکر که تونستم مثمر ثمر واقع بشم، نه اینکه تازه دلخوری و کینه پیش بیاد که هر دفعه که منو میبینه روم اونور بکنه، تو میخوای حالا عیب منو بگیری؟ اتفاقا دوستی و احوا و احوا پیش بیاد. کسی که نشون میده به خداوند که میخوام من درست بشم، خداوند وسیله صحیح سر راش قرار میده که به درستی اون رو علاج کنه و درمان بده. بذارید چند برای شیورای کلاسای تلفنی و تلویزیونی که داریم، برای کمک و ساپورت نایی که مایلن 52 دلار torahealth.com میتونن اسپانسر بکنن و بذرت هشم این کلاس ها میشه یک تخاخا، یک سرزنش غیر مستقیم که طرف با شنیدن تمام اینها یک احساس بیداری توش دست میده که چه بسا میتونه تمام اشکالات قبلیش رو جبران بکنه و اون احساس تشووار رو به خوبی درش بالا ببره. ببینیم امروز قرعه به کی میفته؟ امروز قرعه رو میدیم به خانم لادن بسکل میسود زخوتی بود امروز برای شما که به خوبی قبول بشه، به خوبی قبول بشه و شادی های بیشتر به عزت هشم با ما در میون بگذارید. آمین، مرسی، خیلی مشکر از لکچرهای قشنگتون. خواهش بکنم. پس هارمبان میگه همه چیزم رو تحصیل خداوند نگذازیم، بگیم خدا خواست، قبول کنیم که خودمونم مقصر بودیم، میتونستم جلوشو بگیرم، میتونستم یک ذره درش قدم محکمتر، بهتر، پاکتر بردارم، میتونستم تشووام اگر کاملتر بود. این که هر موضوعی که تو زندگی ما پیش میاد فکر نکنیم اومده ما رو مجازات بکنه، چه بسا اومده ما رو بیدار بکنه. کسی که از هر موقعیت زندگیش به عنوان یک بیداری هیت اور رود استقبال بکنه، بگه اومده منو یک ذره هوشیار بکنه که چطور قدم بعدیمو بهتر بردارم یا چطور راه اشتباه ما درست بکنم، همونجا اون اتفاق رو 180 درجه تغییر داده، از منفی به مثبت تبدیل کرده، چون وسیله خیر و نزدیکی اون به خداوند قرار گرفته. همین‌دلیل میگن موقعی که دختران یترو اومدن پیش یترو، اون روز یه ذره زودتر اومدن،
یتراتشون پرسید شما که معمولا سر شب میایید تا تمام گوسفندها رو آب بدید و بیایید، چی شد سر ظهر اومدید به این زودی اومدید؟ گفتن ایش مصری هیتسیلانو، گفتن یه شخص مصری ما رو نجات داد. یعنی منظور کی؟ مشربنو، چون دم چاه بود، چوپانا رو کنار زد، سنگ و ورداش، آب رو به اینا داد. گفتن اه؟ بگو بیاد. اومد، شد دامادش و الاخر. حقام توضیح میدن چرا گفتن ایش مصری؟ یک دلیلی میگن چون خاطر این که با جوری که رفتار کرد یا لباسی که بر تنش بود مصری به نظر اومد. اما حخامم توضیح میدن منظورشون به موشه ربنو نبود، منظورشون به اویش مصری. و مثال میارم، میگن مانند کسی که یه بار در بیابان میرفت، یک بار یک سگ وحشی دنبالش میکنه، سگ وحشی دنبالش کنه، اینم پا میذاره به فرار، به جایی که از اون جاده‌ای که میخواست بره میره جاده دیگه، میره یه جاده دیگه، دیگه طرف اون سگ دنبالش نمیاد، نگاه میکنه اه یه نفر داره تو دریا غرق میشه، میدوه و طرف رو نجات میده. ازش میپرسه میگه تو رو چجوری خدا رسون که منو نجات بدی؟ میگه نه من نبودم، کی بود تو رو نجات داد؟ سگه بود، چون اگه سگه دنبالم نمی کرد من رو به راه ادامه می دادم، اون راه منو تغییر داد که اومدم من اینجا که تو رو نجات بدم. همینطورم اون مصری که اومد موشه ربنو کشتش و همون باعث بدگویی شد پیش پرعو، که پرعو به واسطه اون که چرا یه ایش مصری رو کشتی موشه ربنو رو خواست محاکمه بکنه و موشه ربنو از مصر فرار کرد. چون فرار کرد رسید به اینجا که تونست کمک دختران یترو بکنه. پس این من نبودم که کمکت کردم، کی بود؟ اون ایش مصری بود. همینطورم موقعی که شخصی میاد هر عاملی ماجرایی رو تو زندگی خودش میگه این اومده که من رو بیدار بکنه، من رو اومده به یک مسوای مزکی بکنه، اومده در من یک هوشیاری بیداری و تشوبا پدید بیاره، بیاد این موضوع رو این چنین استنباط بکنه، میبینه اتفاقا وسیله خیری براش بود. اون موقع است که 180 درجه اتفاقا اون موقعیت رو از منفی به مثبت تبدیل کنه. پس بیاید به عزت هشم در گوشمون رو برای هر نصیحتی باز بکنیم تا در شامعین رو برای قبول تفیلامون به خوبی باز بکنیم. هشم کمک کنیم که به خوبی بتونیم به اون درجه برسیم. بارو هشم لعالم. آمین و آمین.